سلام بر بینندگان محترم شهر کتاب و عرض ارادت خدمت مترجم گرامی خانم میدو نعل روشن و همکار ارجمندم آقای دکتر محمد راغب. با کاوی ریشه های اجتماعی بروز فاشیسم در آلمان و چگونگی رویارویی فرد با مطلق گرایی و ویرانگری این پدیده سیاسی جایگاه ویژه‌ای در ادبیات سده 20 آلمان داره و نویسندگانی چون برتولد برشت، زیگفرید لنز و هاینریش بول در آثارشون به این موضوع پرداختند که هیولای فاشیسم چگونه در دل فرهنگ و جامعه آلمان نطفه بست. خانه در هم شکسته اثر هورست کروگر در سال 1966 میلادی نوشته شده و سال گذشته توسط خانم لعل روشن به فارسی ترجمه شده و کتاب مروری است بر خاطرات نویسنده‌ای که دوران کودکی و نوجوانی رو در خانواده ای در محله بالا شهر برلین سپری کرده و حدود 20 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم این پرسش رو مطرح کرده که روح هیتلر چگونه به خانه ما نفوذ کرد. خانواده غیر سیاسی من که به ظاهر از هر شبهه سیاسی منزه بودند چگونه با این نظام دیکتاتوری هم نوا شدند و جایگاه من نویسنده و راوی در این میان چه بود؟ خانه در هم شکسته خود زندگی نامه است که البته در فصل‌های پایانی به سبک نگارش ژورنالیستی نزدیک میشه. اگر با نظر فیلیپ لوژن موافق باشیم که معتقد است اولین اصل زندگی نام نگاری این هست که نویسنده با مخاطب پیمانی زمینی میبنده و به او وعده میده که جز واقعیت چیزی رو بیان نکنه و به دور از تخیل پردازی و مشاطه‌گری باشه، هورست کروگر در این باب به کلی موفق بوده، زیرا کتاب او پس از انتشار اتفاقا به خاطر همین بیپیرایگی زبان و صداقت کلام مورد استقبال منتقدان قرار گرفت و البته نکات مهم دیگری هم در این کتاب بود، از جمله تأکید همزمان او بر مسئولیت فردی و جمعی آلمانی ها در دوران سلطه فاشیسم و نیز بازنگری او در برخی از روایت های جعلی. در واقع کروگر برش هایی از زندگی خودش رو در بافت یک برهه تاریخی بسیار پرفراز و نشیب به تصویر کشیده و نیاز چندانی هم به طراحی یک پیرنگ پرتنش نداشته، چون ایدئولوژی توتالیتری که در آن زمان بر جامعه مسلط بود به گونه ای متافیزیکی ویرانگری و خود ویرانگری رو در درون خود می پروراند و مطلعیم که فجایع زیادی رو بر زیست فردی و جمعی آلمانی ها تحمیل کرد و درباره اون دوران و وقایع اون دوران می توان کتاب های زیادی نوشت و تراژدی های زیادی نوشت. به هر حال انفجار درونی و در هم شکستن امارت پوشالی فریب قدرت و دروغ در پایان کتاب برای مخاطب غیر منتظره نیست. لحن روایی کتاب بسیار سیال، گاهی پرسشگرانه است و گاه روشنگرانه، گاهی طنزآمیز و گاه اندوهبار و در قسمت‌های پایانی کتاب به شدت خودانتقادی و افشاگرانه. برش در نمایشنامه معروف ترس و نکبت رایش سوم به خوبی نشان داده که هیولای هزار سر فاشیسم فقط به سازماندهی ارگان‌ها و
کارگزاران وابستش بسنده نمیکنه، بلکه به خاطر همون هویت خودکامش به همه عرصه های عمومی و خصوصی و زندگی فردی انسان ها سرک میکشه. ما در واقع در همین راستا میبینیم که کروگر حرکت میکنه، میخواد ما رو به اون عرصه خصوصی ببره، خصوصی زندگی. او نخست ما رو به سال 1933 میلادی میبره، سال به قدرت رسیدن هیتلر و به سالن پذیرایی خانه نسبتا مرفه دعوت میکنه و زندگی آرام و بی‌دغدغه خود و والدینش رو نخست توصیف میکنه. کروگرها آدم های سربزی رو وظیفه شناسند، کسانی که خود رو از هر گونه مسئولیت سیاسی مبرا میدونن و به قول آلمانی ها جلیقه سفید بر تن دارن. زندگی در نظم آهنین پروسی و تربیت سنتی و خشک والدین به قدری برای راوی که سالت باری که برای فرار از روزمرگی بارها از قطار در حال حرکت به پایین پریده تا تجربه هیجانی داشته باشه. هرس جوان مانند بسیاری از هم محلی ها در انتظار رخدادی است که رنگی به زندگی بپاشه و تحولی در زندگی ایجاد کنه، و هنگامی که مشتی جزمگرای پوپولیست با نطقهای متنتن درباره تجدید حیات آلمان بزرگ از راه میرسند، هر کسی از زن خود یار اونها میشه. مادر راوی تحت تاثیر سخنان پیشوا قرار میگیره که یهودی ستیزی رو رسالتی در راستای تعین تقدیر الهی تعبیر کرده بود. آدم های معمولی در همسایه خواب نما و متوهم میشن. یکی میگه نوبتی هم که باشه نوبت ما آلمانی هاست که حرف اول تاریخ رو بزنیم، و دیگری انتظار داره که قدرت مداران مستعمره های پیشین رو به زودی پس بگیرند. ایدئولوژی نژادی و برتری طلب ناسیونال سوسیالیسم از همون ابتدا نیاز به خلق اسطوره‌هایی داشت که عظمت آلمان بزرگ رو مدام به توده ها القا بکنه. تصاویر رو میشناسیم، زیبایی بلوند آریایی، آثار فاخر هنری، ساختمان های باشکوه، به قول کروگر آراستن سخنان پیشوا با موسیقی بتهوون. او می نویسه شمع نازی ها در مورد جلبه های تأثیر گذار تئاتر روی عوام خطا نمی کرد و همیشه با همه امکانات آماده بودند که اپرای از واگنر را با شعبده بازی های سخیف خود چنان نمایش دهند که همه به وجد بیایند. و اضافه میکنه که به وجد آوردن و سرمستی کلمات کلیدی و رویه ظاهری فاشیسم، همانطور که هراس افکنی و مرگ کلمات کلیدی پشت آن است. کروگر در ادامه به ما نشون میده که فاشیسم از آسمان به زمین نیفتاده و شمه های از اون رو ما در رفتارهای فردی و اجتماعی آدم هایی میبینیم که در آغوش گرم اونها بزرگ شده ایم. برخی از منش های سیاسی نازی ها از جمله تمایل به خود بزرگ پنداری و خود بر تربینی رو ما در سطوح کمرنگ تری نزد اعضای خانواده راوی مشاهده می کنیم. پدر و مادر هورست نجات پرست یا نازی نیستند، اما خود رو تافته جدا بافته از دیگران می پندارند به خاطر موقعیت اجتماعی خوبی که دارند و در مواجهه با قشرهای پایین جامعه و با فرودستان غرور و تبختر بر اونها چیره میشه. پدر راوی تصویر کلیشه‌ای یک کارمند رده بالای آلمانی رو به خوبی مجسم میکنه. مردی که یک عمر آزگار ساعت 16 و 20 دقیقه به خانه رفته و همیشه موظف به وفاداری و اطاعت بوده. کروگر نشون میده که فاشیسم چطور بر همین فضیلت‌های شایسته فردی سوار میشه، اونها رو از درون توهی میکنه و در جهت ماندگاری خودش به خدمت میگیره. کما اینکه همین موضوع انجام وظیفه رو ما بعدها از زبان قاتلان دادگاه آشوبیتس میشنویم.
بدیهی است که همه این آدم های خوب و سر به زیر نقشی کوچکی هم در شوهای قدرت نازی ها بازی می کنند. پدر هست ارگان نازی ها رو نمی خونه ولی به طور نمایشی روزنامه رو می خره و در خیابان به دست می گیره تا دیگران تصور کنند که به نظام وفاداره. مادرش روزی با پرچمکی که خریده از بازار به خونه میاد و قراری که این پرچمک رو هورس به دوچرخش نصب بکنه و روی اون صلیب شکسته نقش بسته و معلم مدرسه که از در کلاس وارد میشه با شرمندگی سلام هیتلری میده و میبینیم که هر یک به نحوی آب به آسیای فاشیسم میریزه. برخی از اندیشه ورزان آلمانی به ویژه متولیان مکتب فرانکفورت کسانی مانند تودور آدورنو، ماکس هوکایمر و اریش فروم درباره دلایل اجتماعی و روانی شکل‌گیری فاشیسم در آلمان مطالعاتی داشتند و در این باره نکات متفاوتی رو مطرح کردن، از جمله اینکه تثبیت مناسبات اجتماعی اقتدار باورانه در آلمان قیصری و ادامه آن مناسبات در جمهوری وایمار بستر مناسبی رو برای پذیرش سلطه نازی ها در آلمان آماده کرده بود. میدونیم که جمهوری وایمار یک دموکراسی نوپا متزلزل و کوتاه مدتی داشت. نکته دیگری که مطرح شده اینه که یهودی ستیزی قرابت ژرفی با امر سرکوب شده در روان آدمی داره، یعنی ما چیزی رو در درون خودمون نمیپذیریم و اون رو به دیگری نسبت میدیم، چیزی رو در خودمون سرکوب میکنیم و به اون کسی که اون رو به عنوان قربانی نشان کرده ایم نسبت میدیم. یه نکته دیگری هم که مطرح شده اینه که در واقع در اون زمان الگوهای رفتاری طبقه خرده بورژوا همسنخی بیشتری با سلسله مراتب قدرت در فاشیسم داشت، چرا که خرده بورژوا با همون همتی که از قشرهای پایینی فاصله می گرفت و از اونها انتظار فرمانبری داشت با همون انرژی به قدرت فصل میشه تا بتونه خودش رو بالا بکشه یا حداقل بتونه قدرت خودش رو حفظ بکنه. به نظر میرسه که هورس کروگر که فلسفه هم خونده تا حدود زیادی با این نظرات آشناست، چون در بخش‌هایی از کتاب با استفاده از تحلیل‌های روانشناختی فاشیسم رو یک پدیده درونی شده میپنداره و معتقد هست هیتلر در درون همه ماست و در بخش‌های دیگر بر نقش طبقه خرده بورژوا در تثبیت دیکتاتوری تاکید کرده و نوشته اگر این آلمانی‌های خوب و سر به راه تمام نیرو و تلاش و ایمان و مهارت خود را کورکورانه به دار دسته نازی‌ها تسلیم نمی‌کردند، اونها بعد از گذشت چند ماه ورشکست نمی‌شدند. کروگر به طور تلویحی تربیت فرمانبرانه و اقتدارگرا رو هم نقد کرده. اگر در جزئیات کتاب دقت کنیم میبینیم که فقط در عرصه سیاسی نیست که فرهنگ گفتگوی باز و انتقادی وجود نداره، در خانواده کروگرها هم پدر و مادر حرف اول رو میزنن و آخر رو و مجالی برای دیالوگ صمیمی و بیریا برای فرزندانشون فراهم نمی کنن، به طوری که اونها ناچارن بار مشکلات عاطفی رو یک تنه به دوش بکشن. از همین رو وقتی خواهر رابی اورزولا دست به خودکشی میزنه، علت این فاجعه برای همه اعضای خانواده معمایی حل ناشدنی باقی میمونه. چرا؟ چون در این خانواده گفتگوی درستی وجود نداشته. همانطور که اسطوره تجدید حیات و عظمت آلمانی ها از همون ابتدا با نمایش های آیینی شروع شده بود، مادر خانواده کروگرها هم به جای فهم فاجعه مرگ دخترش و ریشه یابی این کار
به اسطوره سازی میپردازه درباره معصومیت و باکرگی دختر جوانش و میکوشه با برگزاری یک مراسم سوگواری آیینی و با شکوه راه دختر رو به بهشت هموار کنه. در تئاترها و اپراهایی که خانواده راوی اونها رو دیدن، ما نوعی روحیه تراژدی پسند میبینیم که گویی با حضور فاشیست ها بر صحنه سیاست کم کم فاجعه جزئی از زندگی روزمره آدم ها میشه و کسانی که تاکنون تراژدی رو در تئاتر و اپراهای واگنر و پوچینی دیده بودن، حالا خود قربانیان و عاملان صحنه های تراژیکن و در یک پارانویای جمعی به سوی ویرانی گام برمی‌دارند. در فصل‌های بعدی کتاب، وقتی راوی به خاطر احساس شیفتگی به یکی از همکلاسی‌هاش اعلامیه پخش می‌کنه و مدت کوتاهی به زندان می‌افته، در زیر زمین زندان گشتاپو برای اولین بار با سیمای دیگری از آلمان مواجه میشه و به قول خودش با نیمه پنهان آلمان، یعنی انبوهی از زندانی های مخالف فاشیسم که با لباس های گشاد و مندرس به تن زیر فشار در هم شکستن. او به سختی باور میکنه که اینها همون قهرمان های مقاومتی هستند که تصویر درخشانی از اونها در ذهن داشته و تعجب میکنه که چطور زندانبانان تونستن آدم هایی رو که زمانی روزنامه نگار، نویسنده یا دانشجو بودن به توده همشکلی از مجرمان بدل کنند. در آلمان پس از جنگ توی نشستی از کارل یاسپرس، فیلسوف آلمانی که کرسی استادیش رو در دوران نازی ها از دست داده بود، تقدیر کرده بودند و او گفته بود نه، من قهرمان نبودم و قابل تقدیر هم نیستم. من هم مثل بسیاری از آلمانی ها به انفعال گناهکارانه تن در داده بودم. یاسپرس حتی انفعال در برابر فاشیسم رو گناهی نابخشودنی میدونه. ما انتظار داریم که راوی کتاب خانه در هم شکسته پس از رهایی از زندان دچار انفعال بشه، اما او از همین موهبت هم بی نصیب میمونه، چرا که ناچار میشه کلاس درس و دانشگاه رو ترک بکنه، به جبهه بره و در جنگ شرکت کنه که به حقانیت اون باور نداره و بدتر از همه ناچار در دادگاهی شرکت بکنه و علیه دختری که زمانی او رو دوست داشته شهادت بده. این نکته که فاشیزم چطور آدم‌ها رو در برابر یکدیگه قرار میده، به جون همدیگه میندازه، این رو ما هم در رمان دویچ شتونده اثر زیگفرید لنز میبینیم که به فارسی زنگ انشا ترجمه شده. در رمان لنز این پسر خانواده است که در برابر پدر نازی قد علم میکنه و در نهایت خواهان دستگیری پدرش میشه. صحنه کتاب، صحنه دادگاه در کتاب کروگر مختصر و کوتاست. وانیا، اون دختری که راوی زمانی رو دوست داشته، از تب و تاب افتاده و قل و زنجیر به پا داره و هرس جوان به رغم اون که اونیفرم سربازی یا با قول خودش لباس فاتحان رو بر تن داره، به مخاطب اقرار میکنه که من همیشه خیلی ترسو، عاقل و محتاط بودم و حالا احساس زبونی میکنم. و بعد کم کم گروه خدایان، ماشین خودکار شده جنگ، بمباران جنگ، قحطی، گرانی و به قول کروگر چهره های بیرمق و جیره بندی شده و دیگر فریاد رسی هم از راه نمیرسه، نه گوته ای، نه به توبینی و نه رستاخیزی. نمایش کم کم به پایان میرسه و ما در فصلهای پایانی کتاب راوی رو میبینیم که در آخرین روزهای جنگ از جبهه فرار میکنه، به متفقین تسلیم میشه و پس از مدتی زندگی در اردوگاه اسیران از کابوس جنگ رها میشه. در بخش پایانی کتاب کابوس های قدیمی دوباره به سراغش میان. چرا؟
چون او این بار در مقام روزنامه نگار در دادگاه مرتبط با جنایات آشویس در شهر فرانکفورت شرکت میکنه و این بار با سویه های مخوفتری از تاریخ سیاهی روبرو میشه که گمان میکرد اون رو پشت سر گذاشته، با قاتلان پشت میز نشین، با اون چیزی که هانا آرند از اون به عنوان ابتذال شر یاد کرده، یعنی چهره های بی آزار، صمیمی و پدرانه کارگزاران اردوگاه های مرگ، جلات هایی که زمانی هم نوعانشون رو میکشتند و حالا به همون سادگی تجارت میکنند و کشاورزی میکنند و به قول کروگر تربچه میکنند و خب در نهایت هم با همون فرمول تکراری انجام وظیفه جنایت هاشون رو توجیه میکنند. برای من جالب بود که شماری از نامهایی که کروگر در فصل پایانی ذکر کرده در نمایشنامه معروف استنتاق نوشته پیتر وایس هم دیده میشه که زنده یاد فرامرز بهزاد اون رو به فارسی ترجمه کرده. پیتر وایس با استفاده از اسناد و پروتکل‌های دادگاه‌های آشویتس نمایشنامه نوشته که مستند و قضاوت درباره رفتار متهمان و مجرمان رو در نهایت به خواننده واگذار میکنه. اما هورست کروگر در فصل آخر با سبک و سیاق ژورنالیسم افشاگرانه مشاهدات خودش رو توصیف و جمع‌بندی کرده و با لحنی گاه به شدت توفنده به قضاوت درباره متهمان نشسته. البته همانطور که بارها تاکید شد، متهمان کتاب کروگر فقط عاملان کشتار جمعی و نزدیکان هیتلر نیستند، بلکه همه کسانی که نمیخواستند ببینند، بشنوند، بفهمند و کسانی که با همکاری های هرچند کوچک خودشون دخیل بودند در شکل‌گیری فاشیسم. و در پایان این پرسش تکان دهنده رو مطرح میکنه که اگر من به جای این متهمان در آشویتس خدمت می کردم چه می شد؟ چه عکس العملی نشون می دادم؟ ترجمه فارسی کتاب کروگر به متن اصلی وفادار، ترجمه است روان و خواننده به راحتی جذب پیرنگ می شه. مترجم جوان خانم لعل روشن بسیاری از چالش های فرهنگی متن رو جدی گرفتند و هضم انبوه نام‌های بیگانه و اطلاعات تاریخی رو برای مخاطب آسان کردن. البته در مواردی میتوان متن رو هنوز صیقل زد و شفافیت بیشتری در بعضی جاها ایجاد کرد. برای نمونه معنای عبارت گنجه باروک ما که آقای دکتر راغب به اون اشاره کردن میتونه برای مخاطب فارسی سوء تفاهم ایجاد کنه، کما اینکه ایجاد کرده بود. نه، در واقع در اینجا نام مضاعف اشیا بر استایل باروک اساسی دلالت داره و تأکیدی است بر سبک زندگی خود بورژوایی کروگرها که البته میشه اینها رو با تغییرات کوچکی رفع کرد. با تشکر از زحمت خانم لعل روشن و انتخاب خوب ایشون، خواندن این کتاب جالب و تاثیرگذار رو بر به همه علاقمندان و دوستداران ادبیات و تاریخ آلمان توصیه میکنم. روز شما بخیر.